به نام خالق هستی بخش سلام عرض میکنیم خدمت همه بیننده های عزیز و خصوص شما هموطنان گلم در هر جایی که هستین. امیدوار هستم که صحتمند باشین. امروز میخوایم یک سلام بسیار ویژه تقدیم کنم به شما خانواده های عزیز، شما فامیل های محترم و یکی یکی اعضای خانواده. خب اعضای خانواده کی هستن؟ شما پدران عزیز، شما که مثل کوه استوار هستین و مقاوم. پس امروز سلام گرم ما را پذیرا باشید. شما پدر عزیز و شما مادر مهربان و دلسوز، شما که همیشه و همیشه به فکر آرامش خانه و زندگی هستید و شما گلهای باغ زندگی. همه شما خانواده هستین، همه شما یک فامیل هستین که در کنار یکی دیگر باعث سربلندی و افتخار همه اعضای خانواده هستین و نه تنها خود خانواده بلکه اعضای همه یک جامعه. پس شما خانواده های عزیز هستین و اعضای شما خانواده محترم هستین که یک جامعه سربلند، یک جامعه پیروز، یک جامعه پر از موفقیت را ایجاد میکنین. آرزو میکنم که یک یکی شما اعضای خانواده عزیز پر از موفقیت، خوشبختی، سلامتی، سعادتمندی و پیروزی باشین. برنامه امروز روشنا را تقدیم شما خانواده های عزیز میکنم و امید دارم که مثل همیشه تا آخرین لحظات بیننده برنامه خودتان باشین. روز یک شنبه تان بخیر و بسلامت. وقتی میگم روز یک شنبه حتما متوجه هستین که خواهر خوبم خانم سجادی در استودیو همراه ما هستن. سلام گرم تقدیمشان میکنیم و خوش آمدید میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب به شما خانم ظهوری عزیز و بینندگانی که از قدیم همراه ما بودند و کسایی که نو بجام ما پیوستند. آرزومند هستم که انشالله جور و صحتمند باشند، در کنار فامیل محترم ایام به خیر و خوشی سپری شده باشه و روزهای خوشی در انتظارشان باشه. تشکر خانم سجادی عزیز، بسیار خوشحال هستیم که امروز هم با شما هستیم و موضوعی بسیار خوب و زیبایی را که امروز تقدیم خانواده های عزیز میکنیم. به هر حال عزیزان بیننده در جریان هستن که ما همیشه از اعضای خانواده گفتیم و خود خانواده که چقدر میتونه موفقیت آنها باعث موفقیت یک جامعه باشه. پس قدر خودتان را بدانین شما خانواده های عزیز و شما اعضای یک خانواده عزیز. پس به خاطر از اینکه خانواده بسیار اهمیت دارد در رشد و پیشرفت یک جامعه، به خاطر همی باید استحکام داشته باشه، باید تحکیم داشته باشه. بس موضوع برنامه های ما در روزهای یکشنبه استحکام خانواده هست و اینکه چه کسانی و چه عواملی باعث استحکام در خانواده میشه، اونها را مورد بررسی قرار میدیم. یکی از کسایی که در استحکام خانواده و تحکیم خانواده نقش بسیار مهم دارن شما پدران عزیز هستین، مایه افتخار همه ما و همه جامعه. خانم سجادی، پس موضوع اصلی ما استحکام خانواده هست. این که تحکیم خانواده چقدر میتونه مهم باشه، یک مقدمه بیان کنیم. بله، تشکر از مقدماتی که شما فرمودید. بینندگانی که همراه ما هستند، خانم ظهوری بسیار زیبا و شکیل، مباحثی که انشاءالله قرار است این جلسه و جلسات آینده به اون پرداخته بشه درباره عوامل استحکام خانواده انشاءالله خواهد بود. خب ما میدانیم که در پیشگاه خداوند بناهای زیادی محبوب هستش، اما از محبوب ترین بناهایی که در پیشگاه خداوند ذکر شده همین بستر خانواده و ازدواج هستش. خانواده متشکل شده از چه کسانی؟ از مرد و از خانم و آقا. بله. که خداوند بعد از مدتی به اینها عطیه هایی میدهد به نام فرزند و کانون خانوادهشان هر روز گرمتر و گرمتر میشود اگر که مدیریت صحیحی داشته باشند در این بنای زندگیشون. خب من قبل از اینکه وارد مبحث بشم، مادران عزیز، پدران عزیز، خانواده هایی که همراه ما هستند، میخوایم از اینجا شروع کنیم. کسایی که میرفتن پیش ملا که برایشون خطبه عقد خوانده شوه یا کسی که حال مسئله ازدواج صورت میگرفت، بله بله. آیا کسی با چنین پیش فرضی میرفت که عقد کنه یا ازدواج کنه با کسی که اینکه فردا به فکر جدایی باشه؟
مسلم است که نیست اینطور. بله بله طبیعتا بله همگی وقتی که میخوان به ازدواج فکر کنن، وقتی که تصمیم دارن ازدواج کنن، یک اهداف بسیار بلند و بالایی بله در ذهنشان هست. بهترین زندگی رو پیش روی خودشان مجسم میکنن. بله بهترین زندگی رو مجسم میکنن، بهترین خاطراتی که قرار است انشالله در کنار شریک زندگیشون بسازن مجسم میکنن، تصویر سازی میکنن و تلاش و کوشش هم میکنن برای اینکه هر روز و هر روز زندگی زیباتری داشته باشند. پس پیشفرض اولیه همه خانواده ها از تشکیل زندگی مشترک یک هدف مقدسی هست. درست. یک هدف بالایی هست. این که در کنار رفیق زندگیشون به رشد و بالندگی برسند. بله. به لذت و آرامش برسند. همونطوری که در آیات شریف ما بیان شده که همسران مایه آرامش هستند. بله. تسکنوا الیها، یعنی اینکه خداوند از جنس خودتان کسانی را قرار داد که شما به وسیله او آرامش پیدا میکنید. بله. و تعابیر بسیار زیبای دیگری هم ذکر شده که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که چقدر جالب، چقدر قرآن و روایات ما برای ما مثالهای قابل تصویری را بیان کرده. میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهن، اونها لباسی برای شما هستند همسرانتان، یعنی شما رو میپوشانند، شما رو میپوشانند، شما رو زینت میدند. ما در وقت گاهی که لباس میپوشیم چقدر حساس هستیم که کثیف نباشه، خراب نباشه، شکیل نباشه. همسر هم همین قضیه هستش که همسر هم به عنوان یک زینت برای ما محاسبه میشه، یعنی که ما در کنار او زیبا میشیم، ما در کنار او حس خوب پیدا میکنیم. بله. پس با این پیشفرض بنای زندگی رو آغاز میکنن. اما چطور میشه که مثلا امثال من که به عنوان یک مشاور باشم روزانه چندین زوج پیش مراجعه میکنند و دادخواهی طلاق میکنند، یا چطور میشه که از هم گله و شکایت میکنند؟ مگه اینها به فکر روزهای خوش نبودند؟ بله، یا اینها به فکر از این نبودند که ما یک زندگی خوشبخت داشته باشیم؟ بله، یا اینها از ابتدا به فکری بودند که من ازدواج میکنم فرداش به مشکل برمیخورم. طبعا هیچ کدام اینها اینجور مسائل فکر نمیکردند. همهشان به فکر اتفاقات خوب بودند، روزهای خوشی رو سپری کردند تا اینکه عقد و ازدواج صورت گرفت. مراسمات خواستگاری بود، مراسمات گفتگو بود، آشنایی دوتا خانواده بود، روزهای خوشی بود. و به کجا میرسیم در جلسات مشاوره؟ اینکه هر دویشان را میخواییم، میگیم که خب از نگاه تو یک زندگی ایدئال چی زندگی هست؟ یک زندگی شیرین چی زندگی هست؟ تو برای من تفسیر کن. حال که تو تفسیر میکنی در این زندگی شیرین تو چه جایگاهی داری؟ اگر تو خانم باشی، اگر تو آقا باشی، تو به عنوان یک خانم و یا یک آقا در این زندگی مشترک چه وظایفی بر عهده داری؟ و اونجاست که متوجه میشن بله در این بنایی که دو نفر در کنار هم قرارن تشکیل بدن یک مسیر زندگی رو، هر دوتایشان یک سری مسئولیت ها و یک سری وظایف و یک جایگاه خاصی رو دارند. بله. پس ضرورت بحث ما مشخص شد که ما میخواییم درباره نقش خانم و آقا در زندگی صحبت کنیم. درست. شاید خیلی سوالشون بشه که وقتی که میگیم جایگاه خانم، جایگاه آقا، آیا فقط این اختصاصی بر خانم تحمیل میشه ای جایگاه، یا نه این جایگاهی که برای آقا ما تصور میکنیم و وظیفه میپنداریم فقط برای خود آقاست؟ خب ما با مثال توضیح میدیم. ببینید وقتی که ما میگیم خانم منبع آرامش و مهرورزی و محبت در خانواده هست، این دلیل بر این نمیشه که ما بگیم که پس این خاصتاً مهرورزی و محبت کردن بر عهده خانم هست و آقا این وظیفه رو ندارن و آقا از این خصیصه و ویژگی به دور باشن. بسیار این نکته مهم از خانم سجادی. بله. بسیار اهمیت. بله. یکی از ارکان مهم زندگی همین بحث محبت هست. حتی یکی مثلا میگیم که خانم ها یا بانوان مثلا باید اطور باشه، دیگه صرف منظور ما این نیست دیگه که مثلا مرد های ما و آقایان ما از این صفات دور باشن یا خودشان بله. دور بگیرن.
او اینی که ذات ما نیست، او مربوط به زن هاست و اگر خدای نکرده مردی دوچاره مثلا یک کم احساسات باشه یا عواطف باشه، حتی یک نام هم سر از او بانن. بله بله. بگوین که مثلا این رفتار زنانه ای داره یا نیفام، از این بله. تعبیرهای بسیار خرابه که بعضی وقتا در جامعه ما هست مثلا. برای اینکه توجیه کنن که کارشون مورد پسند شرع نیست. شرع چقدر سفارش کرده به محبت ورزی بله. و مهربانی کردن به همسر و فرزندان. پس یکی از نکات مهم ای که خصایص و یا جایگاه زن و مرد رو وقتی صحبت می کنیم، دلیل بر این نیستش که اون رو انحصار کنیم بر آقا یا خانم. وقتی که مرد وظیفه نفقه دادن و مخارج اقتصادی خانواده بر عهده‌اش هست، دلیل بر نمیشه که خانم شراکتی نداشته باشد در مدیریت اقتصادی خانواده. درست. خانم بله. میتونه قسمت خرج و مصارف خانه رو مدیریت کنه. بله بله. پس این دامنه وسیع‌تری میطلبه. چه بسا خانم سجادی بسیاری از بانوان و عزیز ما هستند که همکاری میکنن در حوزه اقتصاد خانواده. بله بله. همکاری میکنن، کار میکنن، معاش دارن و تلاش میکنن پا پا و پای همسران. بله، وقتی میبینن که یک ضرورت ایجاب میکنه در کنار همسرشون حمایتگر باشند و شرایط خانوادگیشون ایجاب میکنه، خب چه بسا که اون مرد در زندگی یک همراه داشته باشه در این مسئله. حالا گاهی وقت میشه که خود مرد به تنهایی کفایت میکنه. بله. مسائل اقتصادی خانواده رو پیش میبره و خانم هایی که در منزل هستن، اینها میتونن که مدیریت اقتصادی داخل خانه رو بر عهده بگیرن. بله. و باری از روش همسرانشان کم کنن. خود یک وظیفه بسیار مهم است. بله بله دقیقا. و پس ما گفتیم خاص نیستش که یک سری خصایص و ویژگی هایی که در جایگاه مرد و زن مطرح میکنیم فقط انحصار داشته باشه در خانم یا آقا، مثل مثال محبت ورزی که محبت کردن به خانواده مثل یک روغن، یک دستگاه ماشینی رباتی اگر خراب میشه چه کار میکنن تا استکاکش برطرف شود؟ روغن کاری میکنن. در مسئله خانه و خانواده هم همین قسمت، اگر که یک وقت میشه که خانواده استکاک پیدا میکنه یا ای که ناملایمتی ها باشه یا حتی خیلی شاد نباشه فضای خانواده، او چیزی که فضای خانواده را شاد نگه میداره همین بحث محبت ورزی هستش. اینکه فضای خانوادگی بین پدر و فرزندان، پدر و همسر، مرد خانواده و خانم خانواده یه فضای پر از عطوفت و مهربانی باشه. روابط بین خانواده صحبت کردیم فکر بله. کنم با خود شما بله. که چقدر این موضوعات میتونه اساسی باشه و باعث استحکام و تحکیم خانواده شود در این زمینه ها. بله. بله بله، یکی از ستونهای بسیار مهم زندگی همین بحث مدیریت ارتباطات در قالب محبت ورزی هستش. ما در روایات زیادی هم سفارش شده اکیدن که توجه داشته باشین به عطوفت و مهربانی که حضرت امام صادق علیه السلام هم می‌فرمایند که شایسته است که مسلمانان در یاری بر مهربانی به هم کوشا باشند که خدا فرموده است رحما و بینهم. خب مشخصه که اگر که مهربان و عطوف باشیم در کنار همدیگه، باعث میشه که ما رضایت خدای باری تعالی رو هم برای خودمون جذب کنیم. وقتی خداوند ببینه که ما بینمون چنان نگاه های مهرامیز، صحبت های مهرامیز، حتی روایت داریم که وقتی خانم و آقا نگاه محبت آمیزی دارن نسبت به همدیگه، اون وقت است که خداوند نظر رحمت بر اینها میکند نسبت به این دو همسر. پس جایگاه مهر و محبت در فضای بین همسران هم بسیار اکید سفارش شده و ما حالا مرد خانواده به عنوان یکی از عوامل مهم و اساسی استحکام خانواده به عنوان همسر و پدر، جایگاه مهرورزیشون در قالب همسران رو گفتیم که نگاه رحمت خداوند بر اینها شامل میشه. برای فرزندان چطور باید باشن نگاه مهرامیز پدر؟ یک امر طبیعی هستش، یک امر فطری هستش که والدین فرزندانشون رو قلباً دوست دارند و حتی اگر انکار هم بکنن، اما بنا به خلقت خداوند بله. که یه حس تعلقی دارن به فرزندشون، یک روحی ایثارگری و مهر و
مهربانی رو دارن، اما اطفال و فرزندان این روحیه محبت رو چه وقت دریافت میکنن؟ وقتی که اثر مهرامیز پدرشون رو دریافت کنن، وقتی ابرازش رو وقتی که ابرازش رو میبینن. ابراز حالا میتونه چه وقت باشه، چطور باشه، در سنین مختلف، میتونه حتی در آغوش کشیدن فرزندش باشه، میتونه حتی بوسیدن فرزند باشه، میتونه هدیه دادن به فرزند باشه، میتونه با نام نیک صدا کردن باشه. ما حتی در روایات آمده که رسول اکرم حضرت امام حسین علیه السلام وارد شدن و ایشون حضرت امام حسین علیه السلام رو بوسیدند و شخصی به نام عقرب ابن جالس بود که فرمود من 10 فرزند دارم رسول اکرم، ولیکن هیچ کدام آنها را نبوسیدم. و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که وای بر تو اگر خداوند نظر رحمتش را از تو دور کند چه خواهی کرد؟ و بسیار ملامت کردن اینکه خیلی مهم هست، چرا محبتت را ابراز نمی کنی؟ بله، چرا به فرزندت نگاه مهرامیز نداری؟ و بسیار نکوهش کردن از این رفتار این شخص. و این یکی از نشانه های این هستش که چقدر در پیشگاه اولیای الهی اهمیت داشته که حتی به چنین شخص چنین واکنشی نشون دادن. ما اگر که اثر کمبود محبت یا عدم توجه به فرزندان رو بخوایم در قالب خانواده بررسی کنیم، میبینیم که بسیاری از رفتارهای فرزندان ما در قالب گوشه‌گیری، انزوا یا حتی مشکلات جسمی مانند شب ادراری یا تندخویی ها، کج رفتاری های اونها برمیگرده به نوعی از کمبودی که در زندگی دارنده. و این کمبود یکی از عللش همین کمبود توجه هستش. بله. و اونها تلاش میکنن در قالب این گونه رفتارها توجه والدین خودشون رو جلب کنن. در قالب رفتار، یعنی که رفتارهای غیر ارادی که گفتیم مشکلات جسمی برایشان به وجود میآید. خب سجاد، این به حساب توجهی که شما میگین زیادتر از طرف مادر اینا علاقه مند است ببینن یا از طرف پدر؟ ببین مثلا مادر خب معمولا در داخل خانه هست، نه؟ بله. خب همه قسم که بارها گفتیم که مادران همیشه سرشار از عواطف هستن. بله. و ابراز میکنن علاقه خودشان. بله. محبت خودشان. ولی پدرها معمولا خود در داخل خانه نیستن، بیرون هستن. بله. شاید بسیاری از سختی ها و مشکلات در بیرون هستن. بله. و کمتر ابراز میکنن محبت خودشان. بله. حالا این اطفال ما و کودکان ما اگر دچار مشکلات میشن، آیا بخاطر عدم توجه پدر است یا مادر است؟ نکته بسیار مهم و قابل توجهی فرمودید. ما همونطور که ابتدای بحث گفتیم، توجه و محبت کردن به فرزندان وظیفه هم پدر هست و هم مادر. و طبعا کمبود اگر از هر چقدر اگر از جانب دو طرف باشه، خب مشکلات عدیده‌تر میشه. ولیکن اگر که خب مادر میبینه این توجیه درست نیست که مادر میگه من مصروف کار هستم، یا خب پدر میگه که من مشغول وظیفه هستم نمیرسم، من همه که میایم اینجا سر من میمانم و آرام میگیرم، بسیار گپ هست. هر کدامشان وظیفه خودشان هست که محبت داشته باشن به فرزندشان. حالا ای که به تبع این که پدر و مادر هر دو کم بوده توجه میذارن برای فرزندشان، خب اثراتش خیلی بیشتر هستش. اگر یکی از اینها باز کوشش میکنه که جبران کنه محبت پدر یا مادر رو، باز خب تبعاتش کمتر از اون فرزندی است که از دو تا والدش کم بوده محبت داره. این مادر میتونه جبران کنه عدم ابراز محبت پدره؟ خیلی جالب، نکته جالبی فرمودید. ببینید نقش پدر و مادر هر کدوم در تشکیل شخصیت فرزندان جایگاه خاص خودشو داره. همونطور که ما قبلا هم اشاراتی در جلسات گذشته داشتیم، در تکوین و تشکیل شخصیت مخصوصا در سن نوجوانی که هستند، ما نسبت به سن فرزندمون، نسبت به جنسیت فرزندمون، درست، نوع محبت کردن فرق میکنه. مثلا شما در نظر بگیرید اگر که رابطه عاطفی پدر همراه دخترش
خب قوی باشه، خب این به کدام انحرافات رفتاری در بیرون جامعه متمایل نمیشه. یعنی ابراز محبت پدر نسبت به دختر و روابطش باید بسیار محکم این یک باشه. نمونه هستش که ما حتی اگر فرض کنیم مادر اینها توجه داره و پدر کمی و کاستی داره، میبینیم که نه، ببینید توجه پدر باز هم جایگاه خودش محفوظ هست. خانم سجادی یک میان برنامه ببینیم، باز در این مورد مفصل باید گپ بزنیم. انشاءالله حتما صحبت خواهیم کرد. عزیزان بیننده تشکر از همراهیتان. میان برنامه آماده نشر از تقدیم شما. بوی خوش نسیمی دلنواز از دور دست می آید، در وجودت تکه‌ای از بهشت جا مانده است، آنگونه که از چشمانت عطر یاس می تراود. روشنای چهرت با افقهای دور و درخشان نسبت دارد، ریشت از مقدم ترین رودخانه آب می خورد، نخلها پیش قامتت کوچک می نمایند. ای قاسم دوست داشتنی، نامت از دهان زمین نمی افتد، آزادگی دوست دیرینه تو، خورشید همبازی کودکیت و عشق همسفر همیشگی توست. پرندگان چشم بر قانون رهایی دوختند، می آیی و پنجه در پنجه کوه می افکنی و فرو می ریزیش، می آیی و از جای گام های سپیدت درختانی از آینه قد می کشند. بر اسب که می نشینی بارانی از ستاره باریدن می گیرد، مهتاب امواج نگاه توست که بر دامن آسمان می ریزد. لبهای ترک خورده ات سال هاست فرات را سر در گریبان نگه داشته است. صفحات آن زهر سرخ را ورق می زنم، رد نگاه های پر هیبت توست که بر جا می کوبم می کند. چهرت در آن زهر داغ مثل ماه می درخشید، چه دلیران جنگیدی از نگاهت غم می بارید. اشتیاق تو زبان زد شده وقتی که دیدند بند یک کفش تو از آتش رفتن باز بود. این چنین زخم فقط قسمت تو تنها بود، تو یادگار برادر هستی و عزیزتر از جان. واژه ها در برابر تو چقدر کوچک و حقیر می شوند. وقتی مرد در چشم تو شیرین تر از عسل است. خب بازم خوشحال هستیم که همراه شما بیننده های محترم یک جای هستیم. شماره نمبر تماس واتساپی ما مثبت 964-780-255-413 هست. امیدوار هستیم که از این طریق با ما در ارتباط باشین. و اما استحکام خانواده و تحکیم خانواده و چه چیزهایی میتونه باعث یه استحکام خانواده در زندگی ما باشن، پس میشنویم ببینیم که خواهر خوم و خانم سجادی در این مورد چه صحبت ها و گفتگوهایی دارن. بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد سلام عرض میکنیم به شما و بینندگان عزیز. خب ما صحبت داشتیم راجع به مبحث نقش مرد در خانواده و
جایگاه مردان در خانواده و وظایف و نقش هایی که بر عهده خانم ها و آقایان هست صحبت کردیم که گاهی وقت ما انحصاری بر آقایان یا خانم ها اطلاق میکنیم، در حالی که این گسترش وسیع هستش، مثل محبت ورزی که ما در ذهنیت ها آمده که خانم ها منبع مهر ورزی هستن، اما مردها هم یکی از ارکان بزرگ مدیریت عاطفی خانواده هستند. هم سجودی قبل از اینکه ما میان برنامه را ببینیم در این مورد صحبت میکردیم، میگفتیم که ابراز محبت با جنسیت، مثلا اگر پدر مثلا با دختر روابط دوستانه و صمیمانه داشته باشه، خب این چقدر میتونه مفید باشن به خاطر روابطی که بین پدر و دختر هست یا مادر و پسر و بچه. در این مورد اگر که کوتاه کامل کنیم صحبت های خودمون را، باز بپردازیم به موضوع. بله، همونطور که فرمودین صحبت از اینجایی بود که اگر که والدین یکیشون در مهرورزی کوتاهی کنند، آیا اون والد دیگر با جبران مهری که از والد که مهرورزی نداشته میتوان از اثرات مخرب کمبود توجه، حالا اون پدر یا مادری که توجه نداره به فرزندش، جلوگیری کرد؟ ما گفتیم که خیلی عالی است، ایدئال ما ایست که هر پدر و مادری هر دوتا در کنار هم توجه به فرزندشون داشته باشن. حال آیا تلافی محبت پدر یا مادری که کوتاهی کرده از جانب اون والد دیگه بیاد افراطی محبت کنه، آیا جایگزین میشه؟ اثراتش رفع میشه؟ گفتیم ببینید، مخصوصا در سنین خاص نوجوانی یا جوانی که فرزندان نیاز دارند به این که دنبال هویت یابی خودشون هستند، اینها رو وقتی که اگر که یکی از والدین ارتباط عاطفی بهشون نباشه و همراهشون نداشته باشه، اینها اثرات مخرب خودش رو میگذارد. هم که دختر وقتی که پدرش رو تجربه کنه، وقتی که در قالب دوست و رفیق همراهش باشه، وقتی که مشورت میکنه همراهش، وقتی که مسئولیت پذیری بر عهده اون میگذاره، دیگه فردا روزی اگر یک کسی خارج از خانواده چراغ سبز محبت نشون داد، اما این چراغ سبزهای محبت مسموم باشند، میبینیم که وای چقدر دیر ما متوجه شدیم و فرزند ما آنطوری که باید میخواستیم در تربیت اجتماعیش موفق عمل نکردیم، در تربیت خانوادگیش موفق عمل نکردیم. پس توجه داشته باشیم که هر کدام از والدین، حال درسته که مشغولیت ها زیاده، وظیفه دارند، یایی که خسته و مانده میشن گاهی وقت، ولی این توجیهی بر این نیست که ما نقش پدر بودن خودشون رو نباید فراموش کنن. بله، مخصوصا پدرهایی که احساس میکنن همه که اینها معاش خانه رو میارن، کدام کار کلانه میکنن، در حالی که بله اینها کار کلانه رو میکنند، اینها دارن مثل مجاهد فی سبیل الله، همونطور که در روایات اومده که مردی که داره تلاش میکنه برای زندگی خودش مثل مجاهد فی سبیل الله هستش. و از اون طرف هم روایت اومده که جهاد المرأه حسن التبعول، یعنی جهاد خانم هم خوب شوهرداری کردن هستش. یعنی یکی از اولویت های اصلی خانم هایی که در فضای خانه کمی ها و کاستی هایی که یک خانم نباید داشته باشه، از لحاظ رفتاری اونها رو سعی کنه دور کنه از خودش و فضای آرامش بخش و سکینه داشته باشه فضای خانواده، اون رو فراهم کند. بسیار عالی. خب راجع به محبت ورزی صحبت میکردیم. ببینید، حتی ما شیوه های محبت کردن رو نسبت به قبلا در جلسات گذشته ما درباره شیوه های ابراز محبت بین همسران صحبت کردیم و مختصر گریزی هم داشتیم که میتونن هدیه بدن، میتوانند احوال پرسی باشه، میتونه خدمت بکنه، یک وقتی میشه که ماند از وظیفه میایه همسر، خانوم یا آقا خسته هستند، اینها میتونه که یک چای پیشش بمانه. حال نسبت به هدیه دادن که یکی از راه های محبت کردن هست، در فضای خانواده صحبت میکنیم که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند هر کسی وارد بازاری میشود هدیه برای خانواده خود بخرد، چون کسی است که صدقه ای برای گروه نیازمند برده باشد.
و اگر خواست آنچرا که به خانه برده است بین آنها تقسیم کند، از دختران شروع کند. زیرا که هر که دختر خود را خوشحال کند، همانند آن است که بنده ای از اولاد اسماعیل را آزاد کرده باشد. ببینید، این همین صحبتی که داشتیم که نقش بین پدر بله، و دختر، این که پدر رابطش با مثلا فرزند دختر، هم تو بالعکسش، اینکه احساس نکنیم که فرزند پسر هم نیاز به محبت مادر ندارند. پس این یک جایگاه بالایی داره که ببینید چه تمثیلیه که انگار بنده ای از اولاد اسماعیل را آزاد کردند. حضرت امام صادق علیه السلام میفرمایند که آقایون سه تا ویژگی را باید داشته باشن که اگر که نداشته باشن در خودشون ایجاد کنند. یکی از اون ویژگی ها اینه که معاشرتن جمیله، یعنی چی؟ برخورد نیکو داشته باشن. گاهی وقت ما یک سری چیزها رو نداریم، خب کوشش میکنیم به دست بیاریم، و از ما اگر که از لحاظ اقتصادی خانم خانواده، اگر که از لحاظ اقتصادی یک سری کم و کاستی های هست، خب ما نداریم، کوشش میکنیم به دست بیاریم. اما یک سری چیزها رو که داریم، میتوانیم اونها رو در خانه و زندگیمون مصرف کنیم، ببخشیم. مثل همین معاشرت نیکو هستش. درست. ما حضرت علی علیه السلام خب زندگی چگونه زندگی داشتن؟ بله. زندگیشون در حد زندگی های خیلی پایین بود، از لحاظ اقتصادی خیلی بالا نبود. ایشون چقدر خدمت ها میکردن برای خلق خدا و زندگیشون هم در سطح مردم پایین بود. بله. اما چگونه رفتاری داشتن در کنار همسرشون؟ در کنار ایشون جارون بکردن خانه رو، در کنار حضرت زهرا آشپزی میکردن، کمک میکردن، آسیاب میکردند. و اگر که آقایون استدلال رو داشته باشن که او اینها کارهای زنانگی است، آیا شما از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام جایگاهتون بالاتر هست؟ و یک روز حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدن، دیدن که حضرت زهرا دارن غذا درست میکنن و حضرت امیرالمؤمنین هم به ایشون کمک میکردند، و حضرت رسول فرمودن که علی جان، مردی که در خانه بزنش کمک کند با شهید محشور می شود. چه حساب مرتبه بالا و چه جایگاه بالایی. بله بله، چه جایگاه بالایی دارد که حضرت رسول اکرم و خاندان نبوت و اهل بیت عصمت و طهارت چه سبک زندگی مؤمنانه. بله. مهرورزانه و پر از مهربانی داشتن. خانم سجادی، علاوه بر ازی که مثلا وقتی یک پدر خانواده یا یک همسر کمک میکنه در داخل خانه، خب علاوه بر ازی که کمک است، یک نوع همکاری است. بله. علاوه بر او، من فکر میکنم که یعنی میتونه یک مرد محبت خودش را به همین طریق به خانواده خودش نشان بده، ثابت کنه، ابراز کنه. بله. گاهی بله. وقتا مثلا بسیار از پدران ما هستن که دچار مشکلات اقتصادی هستن، نمیتونن برن یک چیز بخرن. بله. مثلا یک هدیه چیزی برن تهیه کنن بخرن. خب به این طریق میتونن ابراز محبت کنن. بله. وقتی تو همکاری میکنی همراه با خانومت یا دخترت یا بچه‌ت، به این طریق نشان میدی که برای من مهم هستی. بله. و من از صمیم قلب با تو همکاری میکنم و کوشش میکنم که یک بار ردوشت بردارم. بله، احسنت. نکته بسیار خوبی گفتید. سه تا از ویژگی هایی که انشاءالله ما صحبت میکنیم الان درباره ویژگی های آقایان، یکیش همین بحث حکومت در منزل هستش. اینکه وقتی که آقا به عنوان یک مدیر خانه وقتی که احتساب میشه، این حکومت داریش در چه صورت ارزشمنده که عادل باشه. یعنی چه عادل باشه؟ یعنی وقتی که تو احساس میکنی از سر وظیفه میای مانده هستی، ببینی خانومت هم مانده است، امروز به اطفال زیاد سرصدا کردند، پس من بیام کمک دستش باشم، من بیام امرایش مهربانی کنم. بله. امرایش اگر که کار خانه است برش کمک کنم. ببینید، این نشان از اینه که من آدم منصفی هستم، من آدم عادلی هستم. بله. اگر من سردرد میشم، انتظار دارم که فضای خانه بدون قال مقال باشه، پس یگان وقت خانمم سردرد میشه. پس اونم یگان وقت نیاز به آرامش داره، پس من در کنار از او ای آرامش فراهم کنم. بله. پس یکی از ویژگی های دیگر که برای آقایان ذکر کردیم، هم بحث حاکمیتشون در خانواده هستش که ای بسیار مورد قبول هست، نظر شک که
عادل باشه. ما حتی در مباحث فقهی و شرعی هم میگیم حتی اگر یک فقیهی عادل نباشه، خب این فقاهتش زیر سوال میره دیگه. این که مرد خانواده که دیگه نه معصوم هست و نه این که یک فقیه هست، یک مردیست که سرپرستی خانواده رو بر عهده‌اش هست. اگر این عادل نباشه که حکومت داری دوچاره مشکل هستش. یکی از ویژگی هایی که برای آقایان بله 5 دقیقه بیشتر فرصت ندارم، بله انشاءالله میپردازیم، ذکر شده همین مبحث قدرت آنها هستش. خب خیلی قدرت در داخل خانه، قدرت بدنی که قدرت بدنی یا همون قدرت داخل خانواده به لحاظ استراتژی رفتاریشون که میخوایم صحبت کنیم، این شاید گپ دل بسیاری از خانواده ها باشه که میگه مرگای وقت لط میکنه، مرگای وقت سرصدا میکنه، قال مقال میکنه، بسیار جانم آزرده میشه. و بعضا هم دلیل میاره که خود آیه قرآن شریف آمده که بزنیدشان. ما میخوایم درباره این صحبت کنیم که آیا واقعا در قرآن شریف آمده که خانم ها را بزنیم یا چه قسم زدنی در اگرم که اگر که اونها رو به هر صورت چه نوع زنه و چه نوع در چه شرایطی. خب ما این آیه که استنباط میکنن و بر او دلیل میارن، میگن که ما بر اساس این آیه ما خانم های منو میزنیم، آیه 34 سوره نساء هستش که حالا اونها چه برداشتی کردن و اینکه در واقعیت در اسلام چه تعبیری شده هستش. قبل از اینکه من بپردازم به آیه، این رو در نظر داشته باشیم در تمام مطالعات، در تمام سخنها، هر جایی که یک بحثی شد ما سعی کنیم که اون قسمت رو به تنهایی نبینیم، یعنی یک چیزی رو در مجموعش در نظر بگیریم، درست تفسیر کنیم، درست تفسیر کنیم. بله در آیات قرآن هم ما رسول اکرم برایشون قرآن نازل شد که تو برای مردم بیان کن و یکی از تفسیر مفسر، یکی از چیزهایی که قرآن رو میتونه به وضوح و به صراحت تفسیر کنه معنیش رو برای ما، همین روایات هستش. همطور که در حدیث ثقلین اومده که قرآن و عترت از هم جدا نیستن. خب پس ما میپردازیم به اون آیه، آیه 34 سوره نساء هستش. ما حالا فیض ببریم از این کلام نورانی، من آیه رو تلاوت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان الله کان علیا کبیرا. اینجا ترجمه قرآن چیزی که بیان کرده اینجا درباره مسائل زناشویی هستش که شما اگر خانمتون تخطی کرد چگونه رفتار کنید، پس در چه جایگاهی در مسائل زوجین، در مسائل زناشویی. وقتی که اگر خانم سرپیچی کردند میفرمایند که اول ایشون رو موعظه کنید، یعنی پند و اندرز بدهید. و این پند و اندرز دادن هم دلیل عبارت نیستش از اینکه شما دستورش بدین، امر و نهی کنید. سه تا مرحله رو بیان کردن، اینکه پند و اندرزش بدین. اگر که پند و اندرز مؤثر نشد، در مرحله بعد دوری کنید در بستر از اینها. دوری کردن بعد از اینکه این دو مرحله رو انجام دادین، اگر آقایان این مراحل رو در واقع انجام بدن به مرحله سوم نخواهد رسید، ولی اگر که این دو مراحل رو هم انجام دادند، اونجا عبارت وزر بوهنه چه معنی پیدا میکنه؟ اینکه استدلال خیلی از آقایان هست که لط میکنن شاید خانمهایشان را. البته انشاءالله بینندگان عزیز ما که ما بینشان نیست چنین اتفاقاتی. اینجا تفسیر این عبارت وزر بوهنه، امام صادق علیه السلام میفرمایند که این زدنی با چوب مسواک هستش، یعنی این چوب مسواک، چوب مسواک به اندازه درد داره که اگر محکم هم که بزنند این دردش احساس نمیشه. چوب نازک هست، چوب نازکی هستش. یعنی این عبارت از
نوعی ادب کردن هستش که متوجه باش این رفتارت، تنبیه کردن، آره این رفتارت صحیح نیست، یه جور متوجه میخواد بکنه خانومش رو. پس این حالا اون زنه که بسیار سرپیچی میکنه یا مثلا چه نوع زنی، حالا وقت هم نداریم، این خانومی که در مسائل زناشویی این نسبت به تقاضای همسرش این که اجابت نکرد، اینها در این موقعیت هستش که میگن فعزوهن وحجروهن و بعد وزربوهن، و عبارت وزربوهن برمیگردد به این که به چه نوع در واقع تأدیبی هستش، و اون طوری نیستش که ما در روایت داریم اگر کسی حالا در فضای انسانی، در فضای زندگی کلن، حتی مخلوقات سر هر گپ معمولی و مثلا بزنه یا بله بله، و حتی این زدنی هم که اگر اینجا سفارش شد، یعنی متوجه کردن، زدنی در اندازه تأدیب هستش. ما در روایت داریم اگر کسی به کسی آسیب برسانه که اگر سیاه شود، اگر کبود شود، بله. اینا باید دیه بپردازد. تشکر میکنم خانم سجادی، مانده نباشین، بسیار تشکر از صحبت‌های بسیار خوبتان، لطف کردین. خب عزیزان بیننده، از شما هم تشکر که همراه ما بودین، امیدوار هستم که در روزهای آینده هم همچنان بیننده برنامه روشنا باشین. جان سپاس از حضور گرم یکی که شما عزیزان، نماز اول وقت فراموشتان نشه، التماس دعا و خدا نگهدارتان. عليك يا أجمل خلق